همینطور که آماج حرف‌ها و داد و بیدادها بودیم، چشمم در بین جنب چهره آرام میافتاد که قیافش با بقیه فرق میکرد. احساس کردم اون حرف ما را میفهمد. به نظر آمد او را میشناسم. با دیدنش دلم آرام گرفت. به خودم که آمدم دیدم فرمانده به ما میگوید شما نباید مسائل رو با هم قاطی کنید. حرفایی که شما میزنید به نفع مملکت نیست. گفتم به نفع مملکت هست خرمشهر سقوط کنه. به نفع مملکت نیست که بگیم بنی صدر خائنه. این را گفتم و بغضی که به گلویم چنگ انداخته بود سر باز کرد و اشکهایم ریخت. دیگر توی آن فشار روحی که از همه طرف به هم وارد میشد نتوانستم دوام بیاورم. اشرف که حالم را دید گفت شما حق ندارید با ما اینطوری برخورد کنید. به ما میگید خائن و منافق، در صورتی که ما هر کاری از دستمون برمیومد کردیم. همین خانم که شما از هر طرف بهش میتازید برادر و پدرش رو با دستای خودش دفن کرده. خودش هم تازه از بیمارستان اومده و مجروحه. لحن فرمانده با شنیدن این حرفا آرام شد و گفت خدا همه شهدا رو رحمت کنه. ما میدونیم توی خرمشهر چی گذشته. متأسفانه باید اتحادمون رو حفظ کنیم. نباید حرفایی بزنیم که دشمن سوء استفاده کنه. اگه ما حرفی میزنیم طبق گفته جهان آراست. اون از همه بچه های خرمشهر خواسته مظلومیت خرمشهر و جوانای خرمشهری رو به گوش همه برسونه. هر جا میرن واقعیت ها رو بگن. اگه شما فرمانده اینجا هستین، فرمانده من هم جهان آراست و من به دستور اون عمل میکنم. با حرفای من اشرف، زهره، صباح و لیلا هم به گریه افتادن. این حالت ما انگار آبی بر آتش بود. همه آروم شدند و دیگه پرخاش نکردن. اون چهره آرام که لباس خاکی ساده‌ای به تن کرده بود و چشماش از پشت عینک جاذب و برق خاصی داشت جلو اومد و با لبخند پرسید شما خواهرا تا کی خرمشهر بودی؟ بچه ها گفتم تقریبا تا روزای آخر. از من پرسید شما هم با اینا بودین؟ گفتم نه. گفت پس شما کی از خرمشهر بیرون اومدید؟ گفتم من روز 22 از خرمشهر آوردنم بیرون. پرسید مجروح شده بودین؟ گفتم بله، روز 20 توی درگیری گمرک خرمشهر مجروح شدم. نگاه عجیبی کرد، گفت احسنت بر شما، شما دل امام رو شاد کردید، ولی الان کنار خانواده هاتون باشید. بعد جنگ کمی بهتر شده، فعلا شما توی منطقه نباشید بهتره. بچه ها گفتن ما دلمون نمیاد از شهر دور باشیم، ما میخوایم هر کاری از دستمون برمیاد برای موفقیتمون در جنگ انجام بدیم. گفت خدا به شما عوض خیر بده، شما خیلی با غیرتی. این روحیه ها باعث میشه ما هم قوت روحیه‌مون برای جنگیدن با دشمن بیشتر بشه. شما همینجا هم کار انجام بدید خدمت کردید. اینجا هم کار زیاده، چه بسا کارهایی که اینجا انجام میشه مهمتر از کارهای توی منطقه باشه. بعد رو به بقیه کرد و گفت اینا خواهرای عزیز ما هستن، اجازه بدید که به خونه هاشون برگرد. گیرای نگاهش و تنین زیبا و آرام صداش خیلی روم اثر گذاشت. فکر میکنم بچه ها هم سوال منو داشتن. با دستور غیر مستقیم این آدم تکاورها که دیگه ساکت شده بودن به فرمانده‌هاشون نگاه کردن. منتظر بودن ببینن اون چه نظری داره. اون گفت آقایون شما بفرمایید. بعد با ما شروع به صحبت کرد و گفت من و بقیه در جریان دقیق مسائل هستیم، ولی برای اینکه وحدتمون زیر سوال نره و دشمن از این مسئله سوء استفاده نکنه باید ساکت باشیم. من که از این موضع انفعالی بیزار بودم آهسته و غرغر کنم به بچه ها گفتم ما به حرف جهان آرا عمل میکنیم، چه کار داریم؟ آقایون چه فکری میکنن؟ بیاین بریم. فرمانده که با سکوت ما فهمیده بود حرفاش رو قبول نداریم خداحافظی کرد و رفت. بقیه نظامی ها هم پراکنده شد و با هم حرف می زدن. از اون چهره آشنا که هنوز با مهربانی نگاه ما می کرد تشکر کردیم و گفتیم برای من امریه صادر کند. گفت فعلا امکان این اتفاق رو نداریم. از طرفی نیروی امدادگر الان خیلی زیاد شده، بیمارستان ها هم فعال عمل می کنند. اونقدر مجروح نداریم. دشمن اون طرف تثبیت شده، ما هم توی خطوط مستقر شدیم. تا تحریزه عملیات درگیری جدی نداریم. اوضاع آرومه. اونا در حال پیشروی نیستن. زمینگیرشون کردیم. خداحافظی کردیم و موقع بیرون آمدن با غرور از کنار تکاورها گذشتیم. آنها همطوری رفتار کردن که دیدید بالاخره اشکتون رو در آوردیم. از اونجا بیرون زدیم.
از اینکه دست خالی مونده و حالمون رو گرفته بودن خیلی ناراحت بودیم. بعد از مدت کوتاهی که همه از شدت فشار عصبی که بهمون اومده بود ساکت بودیم، شروع کردیم به خندیدن. میخندیدم و به صورت و چشمای قرمز و پف کرده بچه‌ها نگاه می‌کردم. زهره گفت: وای اگه ما رو می‌بردن چی می‌شد؟ اینا که دین و ایمون نداشتن. صباح گفت: نباید گریه می‌کردیم. اینا فکر کردن که ما ضعیفیم، بیشتر قلدری کردن و ما رو ترسوندن. با همه تفاصیل همگی از اینکه کوتاه نیومده بودیم و حرفامون رو زده بودیم احساس خوبی داشتیم. یه دفعه یکی از بچه‌ها گفت: خدا چمران رو رسوند. با تعجب پرسیدم: چمران؟ واقعا آقای چمران بود؟ گفت: آره بابا، حواست کجا بود؟ نشدی چند بار صداش کردن دکتر چمران؟ گفتم: نه، متوجه نشدم. چرا خودم از اول نفهمیدم؟ می‌دونستم دکتر چمران نماینده امام در شورای عالی دفاع. اسمش همیشه برام جالب. تصویرش رو در برنامه‌های تلویزیونی دیده بودم. الانم که اون رو دیدم خیلی به دلم نشست. احساس خوبی نسبت بهش پیدا کردم. فکر می‌کردم اون حرفای منو می‌فهمه. کمی جلوتر با دختره تصمیم گرفتیم سری به اسکله ماه شهر بزنیم. شنیده بودیم از اونجا با لنج با آبادان میرن و هلیکوپترها نیروها و مجروحین رو از اونجا تخلیه میکنن. کمی از راه رو پیاده رفتیم، بعد وانتی که به سمت پتروشیمی میرفت ما رو تا مسافتی برد و دوباره راه رو پیاده ادامه دادیم. ساعت دیگه 4-5 بعد از ظهر شده بود و گرسنگی به ما غلبه کرده بود. برای اینکه زودتر برسیم گفتم میان بر بزنیم. از جاده خارج شدیم و کم کم راه رو گم کردیم. وسط یه بیابون فقط گاهی به تأسیسات نفت یا پتروشیمی و لوله‌های نفت برخورد می‌کردیم. خستگی و گرسنگی و از همه بدتر گرما عمونمون رو بریده بود. عرق از سر و روی ما می‌بارید. زمین داغ بود و حرارت رو بیشتر می‌کرد. بعضی از قسمت‌های بیابان بر اثر بارندگی‌های موسمی آب جمع شده بود و بعد از تبخیر آب تبدیل به شوره‌زار شده بود. ما که راه رو خوب بلد نبودیم توی گل‌ها و لجنزارهای این شوره‌زارها می‌افتادیم و فرو می‌رفتیم. اینجور موقع‌ها خیلی می‌خندیدیم و دست کسی که توی این شبه باتلاق‌ها افتاده بود می‌گرفتیم و بیرون می‌کشیدیم. سبا که قدش از همه بلندتر بود بیشتر میتونست کمکمون کنه، ولی چون از خنده ریسه میرفت نمیتونست درست وارد عمل بشه. بچه ها میگفتن ما که خودمون با پای خودمون میخواییم به صحنه جنگ برگردیم، باید این همه سختی و بدبختی بکشیم، وقتی یه عده رو باید به زور و زحمت به خط بفرستن. کم کم سر و کله اسکله پیدا شد. دکل های بلند کشتی ها رو دیدیم و با خوشحالی و آخرین توانی که داشتیم با اون سمت دویدیم. اسکله محوطه بزرگی بود که در یک قسمتش تعداد زیادی جعبه های چوبی خیلی بزرگ که حامل بسته های کالا و اجناس بود چیده بودن. بشکه های بزرگ آبی رنگ و پلم شده رو هم به شکل منظمی روی هم قرار داده بودن در یک قسمت دیگه انبار بود. انواع ماشین ها و لیفتراک ها در حال کار بودند و بسته ها رو جابجا می‌کردند. چند تا کشتی و لنج هم کنار آب لنگر انداخته بود. برای ورود از چند دژبانی گذشتیم. وقتی میگفتیم میخواییم با آبادان برگردیم از ورودمون ممانعتی نمیکردم. دو تا هلیکوپتر در قسمت دیگه محوطه روی باند بودن که آرم هوا نیروز داشتن. یکیشون به محض ورود ما از زمین بلند شد و گرد و خاک زیادی رو بلند کرد. نمیدونستیم کدوم طرف بریم و از چه کسی بخواییم که یه کاری برامون انجام بده. مثل بچه های مظلوم کنار ایستادیم و به رفت آمدها نگاه کردیم. چیزی نگذشته بود که چند تکاور که با آنها هم از مسجد جامع و مطب آشنا شده بودیم سوار بر وانتی والد اسکله شدند. یعنی داماد مریم خانم جنت آباد هم بین اونها بود. جلو رفت. ما هم با دیدن ما به سمتمون اومدن. سلام علیک کردیم. نوع برخوردشون نشون میداد از اینکه ما چند تا دختر رو اینجا میبینن غیرتی شدن و ناراحتن. پرسیدن: اینجا تنهایی توی محوطه چیکار میکنین؟ گفتیم: اومدیم ببینیم ما رو آبادان میبرن یا نه. گفتن: شما چقدر میخواین اونجا باشین؟ بسه، به اندازه خودتون کار کردین. بیشتر وظیفتون هم زحمت کشیدین. بذارین به بقیه کارها بقیه برسن. گفتیم: ما دوست داریم بازم کار انجام بدیم. میخواییم توی منطقه باشیم، با مدافعین کمک کنیم، به داد مجروحین برسیم. فضای اینجا با ما سازگار نیست. گفتن: آخه بدون امریه که نمیذارن کسی وارد آبادان بشه.
گفتیم چیکار کنیم، دنبال امریه رفتیم نتونستیم کاری بکنیم. تازه تو اتاق جنگ نزدیک بود امریه گرفتن برامون دردسر ساز هم بشه. گفتم حالا واقعا تصمیم تو مایی رفتن قطعیه، نمیخوایم کوتاه بیای. گفتیم نه. یدی که بیشتر از بقیه صحبت میکرد بعد از کمی مکس گفت ما خودمون فردا میخوایم بریم آبادان، اگه تونستیم برای شما هم امریه بگیریم بهتون خبر میدیم، شما برگردید کمپ و منتظر بمونید. من که خیلی دلم برای زینب خانم تنگ شده بود از آقای یدی پرسیدم شما از زینب خانم خبری ندارین؟ گفت نه. سراغ مریم خانم مادر زنش رو گرفتم، گفت پیش ماست، آوردمش خونه خودمون. آقای یدی داماد مریم خانم و همراهانش بعد از اینکه کارشون توی اسکله انجام دادن ما رو به کمپ رسوندن. شب بعد از خوردن کوکو سیب زمینی که دا پخته بود و سبزی خوردنی که از سربندر خریده بود، چون اتاقمون کوچیک بود محسن رو به خونه دایی نادلی فرستادیم و کیپ تا کیپ به اتاق خوابیدیم. کمرم خیلی درد میکرد، از صبح فشار عصبی زیادی رو تحمل کرده بودم، با این حال اون شبم با دل آروم خوابیدم. کله صبح آفتاب نزده هول از خواب بیدار شدم و بچه ها رو صدا کردم. لباس پوشیدیم و همین که اومدیم از در خارج بشیم دا با کتری آب جوش و فلاسک وارد شد. ما رو که حاضر و آماده دید گفت کجا؟ گفتیم میخواییم بریم ببینیم ما رو میفرستن آبادان یا نه. با حالتی که معلوم بود از رفتنمون ناراحته و در این حال نمیخواد بری خودش بیاره گفت حالا بشینین صابونت رو بخورین، اینطوری که خیلی بده. سر سفره در حالی که خیلی صریح به جریانات دیروز اشاره نمی کردیم از اعدام شدنمون گفتیم و کلی خندیدیم. زهره فرهادی که از همه ما کوچکتر بود می ترسید بالاخره بلایی سرمون بیاد. اصرار داشت با طوری صحبت کنیم که کسی با ما بد نیفته. سبا هم می گفت آره هر طور شده باید امروز مراقب باشیم دعوا را نندازیم. در بین حرفا یه دفعه تون صدای من بالا رفت و گفتم قرار نیست که هرچی بقیه میگن ما بگیم چشم کوتاه بیاییم، اگه حرف ما حقه پس باید پاش بایسیم. دا که مشغول ریختن چای بود سرشو بالا آورد و گفت این زهرا عین باباشه، زبونش بالاخره یه روز سرشو به باد میده. یادم افتاد این حرف همیشه به بابا هم میگفت. داد رو بیا نوشا نور پشت پنجره ها، ترس دارم از شب از شب بی خاطره ها، آتشی بردار من ز نفرت دار نور پشت پنجره.